سلام میکنم به همه عزیزانی که دارید این لایو رو میبینید، به تمام کسانی که توی پیج من هستن و یا کسانی که تازه وارد پیج من میشن. میخوام تشکر کنم از تمام ساپورت هایی که دادین و همیشه میدین. واقعا از همه تون متشکرم. همیشه دلگرمی بوده، همیشه ساپورت های شما باعث شده که بتونم قوی تر پیش برم. من خودم کوتاه معرفی میکنم اول از همه برای کسانی که دفعه اول دارن منو میبینن. من مهسا هستم از نوواسکوشای کانادا. تقریبا 15 سال هستش که اینجا زندگی میکنم به همراه شوهرم، پسرم، و خیلی خوششانس هستم که پدر مادرم و برادرامم تا همین پروینس و همین استان با من زندگی میکنن. سلام میکنم به همه عزیزانی که دارید وارد لایو من میشین. مرسی مرسی، سلام به همگی. من تقریبا میشه گفتش که 10-15 سال هستش که توی کارهای کورپوریت کار میکنم و اگه شما توی پیج من دیده باشین، تازگی که میشه گفت تقریبا از که یک سال هست، الان خودم هم باورم نمیشه اینقدر سریع گذشته، وارد یک بیزنس آنلاین شدم که در واقع مارکتینگ آنلاین انجام میدم و از طریق یه عزیزی وارد این بیزنس شدم. ولی امروز اومدم اینجا که یه ذره در مورد خودم بگم، در مورد داستان مهاجرتم بگم. میدونم که همه شما عزیزایی که دارید نگاه میکنید، شما هم حتما از یه جای دنیا مهاجرت کردین و حالا چند سال هستش یا اینکه تازه مهاجرت کردیم. من تقریبا 15 سال پیش به همراه پدر و مادرم و دو تا برادرم وارد کانادا شدم و 5-6 سال بعدش ازدواج کردم و تقریبا یه 2-3 سال بعدش هم یه پسر عزیز و گل خدا به ما دادش. و همیشه با این طرز فکر بودم و هنوز هم دارم روی این طرز فکر کار میکنم که یعنی فکر میکنم فرهنگ ما شاید خیلی این چیزو این طرز فکر رو جا انداخته که وارد دانشگاه میشیم، درس میخونیم، باید دنبال یک کار موفق بگردیم، توی شرکت خوب کار بکنیم، درآمد خوب داشته باشیم، زندگیمون رو تشکیل بدیم، همینجوری پیش بریم تا مثلا سن 65-70 سالگی و بازنشست بشیم. خب من هم با همین طرز فکر وارد کانادا شدم و از اون اولش به شدت دنبال این بودم که وارد کار بانک بشم، به خاطر اینکه خیلی خیلی همیشه شنیده بودم که کار بانک اپورتونیتی های خوبی داره و میتونه راه های زیادی برام باز کنه. بعد از 2 سال که خیلی سعی کردم و وارد یک کالج توی اینجا شدم، به خاطر اینکه نمیخواستم برم دوباره 4 سال درس بخونم، تو ایران مدیریت بازرگانی خوندم، ولی خب وقتی که اینجا اومدم تقریبا نزدیک به 30 سالم بودش و نمیخواستم دوباره برم 4 سال دیگه درس بخونم یا 5 سال دیگه درس بخونم. برای همین یک دوره 2 ساله توی کالج گذروندم و توی این 2 سال هم مشغول کارهای ریتیل بودم، یعنی توی یه استور کار میکردم، چیزی که هیچ وقت فکر نمیکردم انجام بدم ولی خوشحالم که انجام دادم چون تجربه خیلی خیلی خوبی به هم دادش. و همین باعث شدش که سلام به همگی، سلام به همه عزیزایی که دارین جوین میکنید، همین باعث شدش که من بیشتر به خودم بیام. اون 2 سالی که توی استور کار کردم تلاشمو خیلی زیاد کردم برای اینکه بتونم به کاری که میخوام برسم و بالاخره بعد از 2 سال وارد یکی از بانک‌های معتبر کانادا شدم و تقریبا 3 سال تو کار بانک بودم، توی پوزیشن‌های مختلف کار کردم. ولی یه چیزی میلنگید همیشه و دلیلش هم این بودش که من خیلی خیلی آدم همیشه درونگرایی بودم، آدمی که زیاد صحبت نمی کردم، زیاد شلوغی دوست نداشتم، وارد اجتماع زیاد نمی شدم و دوست داشتم که فقط تعداد خیلی محدودی دوست داشته باشم و اصلا دوست نداشتم جامعه دوستامو اضافه بکنم. و اینکه الان اینو میگم خودم خندم میگیره به خاطر اینکه الان یه آدم کاملا متفاوت هستم. و تمام اینها باعث شدش که وقتی وارد بانک شدم، کارم کار کاستومر سرویس بود، یعنی
من تقریبا نزدیک 8 ساعت جلوی مردم به همون میگفتن و به ما آموزش میدادن که باید لبخند بزنی، هر اتفاقی برات حتی تو خونه افتاده باید همیشه اینجا خوشحال باشی، همه رو باید به قول معروف راضی نگه داری. نسی جان شما هم بانکی هستی؟ بله. شما هم پس درک میکنی دقیقا من چی میگم. و آره، همین باعث شدش که من خیلی 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 احساس کنم که خب این که من نیستم، همش باید مثلا اینجا وایسم در واقع پریتند کنم، تظاهر کنم که من آدم خیلی سوشالی هستم و بهم سخت میگذشت و واقعا پوست انداختم. ولی یه چیز خیلی خوبی که بر من داشت این که منو از اون قالب خیلی خجالتی و درونگرایی خیلی در آورد. ولی خب برام سخت بود و واقعا نمیتونستم ادامه بدم. خلاصه وارد کار بانک بیمه شدم و در کار بیمه هم گیر فروش افتادم. فروش چیزی بودش که اصلا دوست نداشتم، هیچ وقت داشته باشم دوست ندارم پروداکت بفروشم به کسی. و خب بالاخره همه چی دست به دست هم داد و من وارد کار بیمه شدم و خب خیلی چیزا یاد گرفتم. دوباره تو کار بیمه هم پوستی انداختیم به قول معروف و خیلی سعی میکردم که خودم رو بالا بکشم. و یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد که به من یک تلنگر خیلی بزرگی وارد کرد. وقتی که پسرم به دنیا اومد و یک سال باهاش بودم، فکر کنم تمام مادرایی که اینجا هستین میدونید که من چی میگم و حتی پدرها، که خیلی خیلی سخته که آدم بعد از یک سالی که با فرزندش تو خونه میگذرونه برگرده سر کار و واقعا حس وحشتناکی بود. و من به هر حال برگشتم سر کار به خاطر اینکه هم شوهرم هم من کارمند هستیم، حقوق میگیریم و هیچ سیوینگ بزرگی از جای دیگه نداشتیم، سرمایه بزرگی از جایی نداشتیم که بخوایم ازش استفاده بکنیم. برای من باید حتما برمیگشتم سر کار. برگشتم سر کار، پسر من بسیار کم خواب بود و من شبها شاید 2 ساعت فقط میخوابیدم و صبح هم ساعت 7 صبح میرفتم سر کار و فکرم بسیار مشغولش بود. با اینکه شوهرم چند ماه تونست بمونه خونه به خاطر کارش ساعتش رو عوض کرد. خب کانادا واقعا امکانات خوبی در اختیارمون قرار میده، خدا رو همیشه شکر میکنم که اینجا هستم. ولی با این حال فشارها خیلی زیاد بود، چون اینجا کار وقتی میکنیم دیگه همتون میدونید واقعا کار میکنیم. اگه 8 ساعت سر کار هستیم، 2 دنگمون یا 100 دنگمون باید به حواسمون به کار باشه و کار میکنیم. برای همین من هم حواسم به این بودش که کارم رو انجام بدم، ولی در این حال حواسم خیلی پرت پسرم بود توی خونه و خیلی بهش وابسته شده بودم توی این 1 سال و همین باعث شد که لول، یعنی در واقع پرفورمنسم، بهره فارسیش یادم نمیاد، ولی پرفورمنسم توی کار بیاد پایین و اینکه اصلا تمرکز نداشتم، کارا اشتباه میشد و کار بیمه خیلی خیلی، خب همتون میدونید ما در واقع فروش بیمه خونه و ماشین داشتیم و اگه کاری اشتباه میشد و اتفاق میافتاد من جز مسئولا بودم، یعنی باید حتی کارمون وارد کورت میشد اگه اشتباه میکردیم توی بیمه کسی. و استرس من بسیار رفت بالا و همین باعث شد که کارها خیلی بیشتر اشتباه بشه و خلاصه این باعث شد که من از کار بیام بیرون و یه تقریبا 3 ماهی رو مرخصی دیسابیلیتی بگیرم که اصلا تصورش هم نمی کردم. وقتی بقیه کار می کردن و مرخصی دیسابیلیتی می گرفتم می گفتم اینا تنبلن یا اینا سوسولن، چرا فوراً استرس می گیرن، چرا فوراً مثلا از کار میان بیرون. ولی انقدر فشار زیاد بود که من مجبور شدم بیام از سر کار بیرون 3 ماه و سرکارم هم به هم اخطار داده بود که شما خیلی مرخصی میگیری، پسرم خیلی مریض میشد به خاطر دیکر رفتن و از سر کار اومدم بیرون. و این 3 ماه خیلی شروع کردم دنبال این که یه راهی پیدا کنم برای اینکه بتونم بمونم خونه و واقعا دوست نداشتم دیگه برگردم، چون میدیدم استرس هر دوتا کار خیلی زیاده. و خب چند تا کار آنلاین انجام دادم، جوابی نداد متاسفانه. برگشتم سر کار و خودم راضی کردم که نه، تو کار کارمندی برات مناسبه، بهتره که این کار بکنی. و خیلی جالبه که با
خانوم برادرم در مورد این مسئله همین چند سال پیش، 2-3 سال پیش صحبت کردم و بهش گفتم من فکر میکنم که من اصلا برای این کار ساخته شدم، برای کار کارمندی ساخته شدم، فکر نمیکنم اصلا بتونم وارد مبحث دیگه ای بشم. و جالبه که به هم یه لبخندی و زد و گفتش که شاید تو درست میگی، ولی یه حسی ازش گرفتم که هیچ چیزی رو در واقع تو درست نشدی براش، تو میتونی شرایط رو برای خودت درست بکنی، قرار نیستش که تو خودت رو با شرایط همیشه وفق بدی. خیلی وقتا باید با تغییر طرز تفکر و با تغییر دید باید شرایط رو برای خودت عوض کنی. و یک اتفاق بزرگ دیگه هم که تو زندگیم افتاد و به هم ثابت کرد که من باید حرکت کنم و باید یک تغییر بزرگی تو زندگیم بدم، این بودش که یک حاملگی ناموفق داشتم متاسفانه و فرزندم رو تقریبا 2-3 هفته قبل از اینکه به دنیا بیاد از دست دادم. و این باعث شدش که بفهمم چقدر کسایی که دور و برم هستن مهم هستن برام و چقدر زندگی کوتاست و چه اتفاقایی میتونه توی فاصله خیلی کوتاه برای آدم بیفته بدون اینکه آدم خبر داشته باشه. و همین باعث شدش که فکر کنم که تا کی میخوام بشینم و روتین زندگی بکنم. برای همین تصمیم گرفتم که از این روتین در بیام و تصمیم گرفتم که یه تغییر بزرگ اول از همه تو طرز فکرم بدم. حتما دیدین من یه چلنج 28 روزه یه مایندست داشتم، برای اینکه فکر میکنم همه ما توی یک قالبی داریم زندگی میکنیم و میگم فقط فرهنگ ما نیست، فقط ایرانی بودنمون نیستش، اینجا حتی کانادایی ها هم باشون صحبت میکنم، خیلی هاشون توی چارچوب زندگی میکنن، خیلی از حرف بقیه میترسن، خیلی از اینکه کی فکر میکنه که اگه من یه حرکت غیر از نرمال همیشگی مهسا بودنم نشون بدم بقیه چه فکرایی میکنن. و این خیلی باعث میشه که زندگیامون تحت تاثیر قرار بگیره. خب من دلیل اصلیم پسرم بود، دلیل اصلیم خانوادم، شوهرم، پدر مادرم، من میخوام زمان بیشتری باهاشون باشم، میخوام سکجوال زندگیم رو خودم تعیین بکنم، دوست ندارم که همیشه تا 70-75 سالگی توی یه کمپانی کار کنم، دوست ندارم توی اون چارچوب دیگه زندگی کنم و دوست دارم تغییر بدم پرسونالیتی مو اول، نه خود پرسونالیتی، طرز فکرم مو اول، رشد بدم و بتونم زندگی متفاوت تری داشته باشم و موفق تری برای خودم و عزیزانم. من قراره که این لایف رو به صورت 7 روز دیگه برم، یعنی از امروز که دوشنبه است تا یک شنبه هفته آینده، و خیلی خوشحال میشم که از شما هم بشنوم. این لایف فرق میکنه، این 7 روز در مورد طرز تفکراتمونه، در مورد اینکه چه چیزایی ما رو میترسونه، در مورد اینکه چه چیزایی ما رو استاپ میکنه برای اینکه بتونیم پیشرفت کنیم، برای اینکه بتونیم دنیا رو جور دیگه ای ببینیم. دلم میخواد از خیلی از شما عزیزان بشنوم. بازم تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که اومدین این لایو رو دیدین و همه کسانی که بعدن این لایو رو میبینید. و دلم میخواد که ازتون بشنوم که چه چیزهایی فکرتون رو مشغول کرده برای آینده یا خودتون به تنهایی یا آینده خودتون و عزیزانتون، و اینکه دوست دارین چه تغییراتی بدین و چه چیزی باعث میشه که این تغییرات رو ایجاد نکنید. خب من دیگه خیلی صحبت کردم، تقریبا 1 ربع هست که دارم صحبت میکنم، میخواستم کوتاه‌تر بشه، ولی بازم ممنون، مرسی از همتون که نگاه کردین، متشکرم، خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که هفته خیلی خوبی داشته باشید. من فردا برمیگردم و این جوابایی که از شما عزیزان گرفتم با هم دیگه یه مروری میکنیم. هر روز قراره یک موضوع جدید رو صحبت بکنیم. امیدوارم که خیلی از شما رو فردا هم اینجا ببینم. روز خوبی داشته باشین، شب خوبی داشته باشین هر جا هستین. خدا نگهدار.